نگاهی به چند خبر کوتاه. بر اساس یک نظرسنجی که شرکت آمریکایی راسمونسون ریپورترز انجام داده، 81% شرکت کنندگان مهاجرت غیرقانونی را یک مشکل جدی در آمریکا می‌دانند. شرکت نظرسنجی راسمونسون ریپورترز نظرات 996 رأی دهنده احتمالی را به طور آنلاین در مورد مسئله پناهجویان و برنامه احزاب مورد نظر برای مهار این موضوع جمع‌آوری کرده است. نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که رأی دهندگان مسن‌تر نگرانی بیشتری نسبت به جوانان در خصوص پناهجویان دارند و آن را یک مشکل بسیار جدی می‌پندارند. بر اساس این نظرسنجی، جمهوری خواهان نسبت به دموکرات ها از اعتماد بیشتری در میان رای دهندگان برای مهار مهاجرت ها به آمریکا برخوردارند. برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل میگوید با توجه به 6 میلیون آواره داخلی در افغانستان، مهاجرانی که تازه از پاکستان اخراج میشوند با آینده مبهمی روبرو هستند. این سازمان افزوده مهاجران تازه برگشته جایی برای رفتن ندارند و نمیدانند از زمستان چگونه جان به در ببرند. اخراج مهاجران افغان در آستانه زمستان نگرانی های سازمان های حامی پناهجویان را برانگیخته است. دو روز پیش هم اداره هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل از افزایش فقر و گرسنگی در افغانستان همزمان با فرارسیدن فصل سرد زمستان هشدار داده بود. دیوان وقف شیعی عراق موافقت محمد شیا السودانی نخست وزیر این کشور را برای بازسازی مساجد حسینی‌ها و زیارتگاه‌ها در استان نینوا اعلام کرد. دیوان وقف شیعی عراق در بیانیه‌ای در این باره اعلام کرد حیدر الشمری رئیس دیوان وقف شیعی در رأس هیئتی از کارکنان خود از این مساجد برای آغاز بازسازی حسینی‌ها و زیارتگاه‌های شریف در استان نینوا بازدید کرد.